با سلام درود احترام خود هموطنانم در جای جای ایران و دنیا، این کلیپ که بخوام بذارم خودم موندم توش. واقعا فرض کن تو 2800 یک کلیپ هم باشه که توجهش نکنه یا خندهشون بگیره یا هم که به درد بعضی ها بخوره. ما هرچی داریم به قول من از پر قنداق داریم و من قبلا یک تیکه از این تیکه الان همه گفتم دو سه مرتبه برای یک بار کاملش مهم بکنم براتون و بگم که اگر این ایرادی که در ما انسان هست، در تمام مردم کره زمین هست، از بعد خلقت داخل دنیا هست و یه جواد این کارت بشه، همین که من خدمت رو عرض بکنم، ما هممون دنبال این هستیم که اعتبار کسب کنیم، اعتباری کسب کنیم که بعد درآمد داشته باشیم، درآمد داشته باشیم، بعد درآمد با آرامش داشته باشیم، با آسایش داشته باشیم، نگران نباشیم. چون ما هر کاری کنیم با هر دست ما دست میگیریم، شک در قصه نیست و یک معضل بزرگ جهانی است. البته نگفتن مداشات تو هزار نفر دو هزار یه کاری که من میگم بکن انجام بده، در کوتاه مداشات موفق نفر در ازاد موفق خواست. اما میخوام اینجا بگم اینو برای شما که لااقل توی کشور 80 میلیونی لااقل 800 نفر 1000 نفر 2000 نفر این کار انجام بدن، وجهی برای کشور به دست میارن، وجهی بزرگی. و بعد ضمن این که به خوشنامی تمام شده قضیه، بعد برای بقیه تاجر ما، تولید کننده ما، کشاورز ما، دامدار ما، همه چی فرق نمی کنه، میگن نه اینطور هستن، خیلی مهمه، اعتماد میکنن. الان گم شده این 50 60 سال 100 سال اخیر اعتماد در دنیا، به هیچ چی اعتماد نمیتونن بکنن. چک میده برگشت میکنه، اون کار میکنه برگشت میکنه، کلک میزنن، مدرک جدید درست میکنن، خلاصه هر چی از ما سر یه کلا بذارن. چرا؟ چون که درآمد اون چیزی میخوان توش نیست. اما راهی که من براتون خواهم گفت که از پایش رو بزنم بیام بالا، این راه قطعا جواب میده، بدون شک جواب میده، از دروس حکمت هست، اما خیلی سخت جا انداختنش. خودم اعتراف میکنم خیلی سخته. حتی من میگم شما صحبت کنم، اولی بار دارم صحبت میکنم. چرا؟ تو درس خصوصی گفتم. مثلا اینو که گفتم آقا من میخوام تو کارم موفق باشم، هر چی میدم نمیشه، گفتم تو این کارو بکن. شاید تو مثلا 400 500 نفر تو این 34 گستر اومده است، اینا شاید 34 نفرشون عمل کردن، ولی 7 8 10 تاشون واقعا عمل کردن، موفقم هستن. چون طرف بهشون اعتماد، چون طرف که میخواد باشه معامله انجام بده، کار انجام بده، میخواد شما بسنجه. ولی چون این یک اپیدمی جهانی هست برای این سبکارها، این مقدمه رو میگم، خود میخوام پختش کنم بعد برسیم به جاش. همه اینجوری هستن دیگه، میخوای نشه رسته همرنگ جماعت باش، اما اینجا نه، اینجا فرق میکنه. اینجا تو همرنگ جماعت نیستی، نمیخوای باشی، میخوای متفاوت باشی، میخوای متفاوت باشی، میخوای کسی باشی که طرف چشم بسته تو رو قبولت کنه، هر سو بخره. اگه گفتن یه حکم مرگو میگه فلانی، اگه گفتن یه آدم درست میگه فلانی. چون این اولش سخته، یعنی همه ایم الان بهتون بگم خندت رو میگیره، اولش تو دلتون مخالفت میکنی، ولی بعد کم کم به حرفم میرسید و این کار روش که من بهتون خواهم گفت انجام بدید. اما این روش و این ایرادی که انسان کره زمین داره از وقتی بچه به دنیا میاد شروع میشه. چه ارتباط داره با ارتباط شد خیلی عزیزید؟ بچه وقتی به دنیا میاد، تمام جاندارای کره زمین فقط بچه انسانی خصلت رو داره، در حیوان در جدی نیست. بچه انسانی خصلت وقتی به دنیا میاد، خب از اون جای راحت شما یه بار گریه میکنه، فلان میکنه، چی شد، چه تا افته، تا یواشاش نافش میبارن، فلان میکنه، بسار میکنن، بعد از اینکه دو ساعت میره سراغ میپسند سراغش سیده مادر. این وقتی که شیر میخوره، چون اولین بار با دهن میزنه میخوره، که اونجا تو پرازیزم توش باز میکنم، تو چیزای برای دهان و برای دندان خواهم گفت، قبلا گفتم چند سال پیش، حالا یه بار تکرار میکنم تو اینجا. وقتی شیرشون میخوردن لذت میبره، خوشش میاد، خوشش میاد و این اولین بار تو زندگیش با اون سنی که دو روزش چند ساعتش قوس رو لذت به قوس سینه مادرش لذت میبره. اینی که قوس در ساختمان سازی در همه چیه شما اثر گذاره، چون این چه خوشش میاد از اولش دیدن قوس رو دیده، ناخن ما قوس داره، اون قوس داره، ما قوس داره و این قوس براش میمونه. شما وقتی دفتر میخواین درست کنید، حتما این لبای دیوارتون قوس بذارید،
بیننده کسیمون نشسته خسته نمیشه، اما اگه چیز باشه زاویه 90 درجه نباشه خسته کننده میشه، چون اصول هندسیه، ولی اون اصول زندگی هست. بگذاریم. بعد بچه شیر که میخوره، بعضی از بچه ها تو سینه دیگر هم با دست نگه میده، کسی نخواه دستش نزنه. اما شیر که میخوره و ما میدونیم که بالغ و 97-8% بچه که به دنیا میان، نوزده به دنیا میان، اینها نمیخواد بدفو کنن، با داروی مختلف میدن بهش و فلان بیسا تا اون سیاهی ها برد از روده خارج بشه. اما باز همین بچه وقتی که میخوره، وقتی با تخلیه کن نمی کنه، سفت میگیره نکنه بره بعد بهش نرسه. تو اون سن سال، تو اون چند ساعتی عمر، چند روز میفهمه اینو، محکم خودش میگیره که این خارج نشه از بدنش، من تو خارج نشه. خب با داروی مختلف میدن، کارکن میدن، چیچک میدن، چیچک هست میدن و این تخلیه میشه. اما باز هم این خصله درش هست. باید ما چیکار کنیم؟ من قبلا گفتم، حالا تکمیلش میکنم براتون. قبلا گفتم اگه میخوای بچه شما در بزرگی، در نوجوانی و جوانی بعد از بلوغ رفتار خیلی خوبی داشته باشه در مسائل جنسی، حتما مادر، خود مادر وقتی بچهش میخواد بشوره تمیز کنه، با انگشت خودش مقعد بچهش رو بکشه. این وقتی بزرگ شد در مسائل جنسی آدم نرمالی میشه، با دستمال کاغذی و با پارچه و بیرون از کاری اینا هیچی در سر به آینده شما خواهد شد، چون بچه وقتی با مادر خودش کنه لذت میبره از این باستان تمیز کردن، با انگشت خودش این کار کردن. دوم اتفاقی که اینجا میفته وقتی مادر بچهش رو باستانش رو میاره و تمیز میکنه، خودش با دستم خودش میکشه چند دفعه، این از مدفوع کردن هم لذت میبره، چون شما میده سیستم گردش خون کنه، دور رو حلقه میچرخه. داستانش خیلی زیاده، خب باید خلاصه هم خواهد رو کنم. پس وقتی مادر خودش این کارد تا دو سالگی انجام بدید، اگه بچه دیرتر چیز کرد باز ادامه بدید تا دو سالی سه سالی ادامه بدید. این یک شاهکاره برای روال زندگی طبیعیش، برای روال بخشندگیش، برای روال بعد از بلوغش یک روال جنسی طبیعی و چیز خواهد داشت، نرمالی خواهد داشت. پس بیایم برای آینده خودمون، بچه خودمون این کار حتما انجام بده، خود مادرم انجام بده، دست کارگری رو ندید، اونایی که بینه اشتباه میکنن دیگه، حالا بزرد است. پس وقتی این کار کردید، بچه وقتی خواهد مدفوع کنید، از اون قسمت لذت برده ول میکنه، میذاره بره و بعد کم کم رشد میکنه. این خصلت در وجود انسان از بد تولد هست. اما وقتی به کار و شغل و جایی میرسه، این خصلت ازش از موقع هست. این خصلت کم و زیاد داره، ولی در همه انسان ها هست که یک چیز رو به دست بیاره و کسی که نهاره. تمام افراد کره زمین که بهتون میگم، تمام بالا و 90% خدمت عرض میکنم، مثلا یه نفر میاد به شما میگه آقا من میخوام یک ملک بخرم اینجا، از طریق سایت بوده، از طریق آگه، هر چی بوده، این میاد شما بلافاصله براش کارش انجام میدید، میاریدش دفتر براش میگیرید، هتل براش میگیرید، جا براش میگیرید و میاریدش. اما اون که میاد میرسه اینجا، بعد چند نفر دیگه میپرسه، البته اون هزینه براش میکنه، حساب میکنه تو آدم خودش. بعد شما از کسی میپرسید، میگید آقا من خونه میخوام در فلان منطقه بخرم، اون میگه بیا پیش من زیر قیمت برات میخرم. فاجعه از همینجا شروع میشه، زیر قیمت بخاطر جمع باشه. ببینید از زمانی که دفترچه بیمه اومد، مردم اعتماد شد از پزشکا رسید به صفر، زیر صفر، چون پزشک دفترچه بیمه میگه این دوره رو خوری نمردی، چی نوشته برات؟ اولین بار که اتفاقات افتاد، مردم شوکه شدن به دکتر، اعتقاد داشتن. اصلا بعد دکتر که میرفتن دارو نخورده خوب میشدن. اما بعد به چند دکتر مراجعه میکنن، چند کار انجام بده، هر دوی یه سریقه داشته باشه، هر چیزی داشته باشه، و شده فاجعه جهانی مثلا. یک فاجعه جهانی که هنوزم تبعاتش هست و بازم خواهد بود. چون هیچ دکتری قبول نداره. خیلی کم پیدا میشن. اما در بحث معامله نمیخوام خبر رسونم که وقتی یه نفر آمد پیش شما، باید این کار انجام بشه. آمد سراغ شما، آقا من یک ملک میخوام بخرم. بعد با فلان کسم صحبت کردم اینجوری. اگر این شهامت رو، این شجاعت رو و این قدرت رو داشتید، به خودتون میگم داشتید که بگید آقا جون، اون آقا زحمت شما کشیده، از خود همون آقا بخرید.
یا اون خانم زحمت از خودت خوب بخری. این برای اول شوکه میشه. ولی اگر گفتی من زیر قیمت اون رو میخرم، اگه فلان میکنم، این به شما از شما سلب اعتماد میکنه. چطور قیمت این گفتی این زیر قیمت؟ بعد سراغ نفر بعدی، نفر بعدی، نفر بعدی میشه ساختمان مهر. اگر بتونیم همین درس کوچک رو بگیریم، تمرین کنیم و کسی ما این کار انجام میدم بگیم من زیر قیمت انجام میدم نگیم، بگیم سراغ اون برید، بزرگ شدیم. شاید کوتاه مدت بهره نبریم، اون در داز نیاریم. این خصوصیت در تمام ما انسان ها هست، شک به قصه نیست. من وقتی یه پسرم میخواست وارد بازار کار بشه، اینو بهش گفتم. 13-14 سال بود، فرستادمش دوباره خودم رفتم برای اولین بار. بعد بردمش سیتی سنتر دبی. 50 تا صندوق داشت، روزی 5-6 میلیون دلار فروش شد. بعد اومدم اونجا تا بانک سیتی شارجه، بعد بردم اونجا بقالی مغازه کوچیک کوچیک. گفتم ببین میبینی؟ گفت آره. گفتم اونم دیدی؟ گفت آره. گفتم این روزی رو میرسونه. خاطر جمع باشه. پس بیاین رفتار و افکارمون درست بکنیم. بهش گفتم بابا هر کس اون سراغت، بعد بزرگتر شدش گفتم، تاکید کردم بهش. و الان ایشون از اون نادر افراد که اینجا بهش شاید بهش اعتماد میکنن، چون وقتی میره سراغ هر کس سراغش میگه از همون فرد بگیرید. تو تایید شما تایید نمی، چون رفتی سراغ شما زحمت شما سراغ همون. این بچه رو بزرگش میکنه، همش اعتماد میکنند، قبولش دارند و این مفت به دست نمیاد. یک مقدار گذشت میخواد، یک مقداری انسان باید از منافع به این خاطر بگذره. چون وقتی این کار کرد اون آدم فهمید در توی دلش شما تحسین میکنه، دوست داره با شما کار کنه. اگه مشتری هم فرصاد پیش شما با طبع خاطر مسته که شما مشتریش قرق نمیزنی، اصلا نمیپیچونیدش، زیر پاش خالی نمیکنید. اگر ما انسان ها بتونیم همین یک درس رو، سن سال مطرح نیست، تحصیلات مطرح نیست، جنسیت مطرح نیست، هر چه حالی باشیم این کار رو انجام بدیم، اون نفر اول رو خراب نکنیم، این هم حکایت مزرعه ذرت میمونه که رو تو کانو داشت اول میشه هر سال، این رو خود نثر میکنه. اگر در سطح گسترده این کار اتفاق بیفته که امیدوارم در دانشگاه ما تدریس بشه، در امیدوارم در مدارس ما تدریس بشه، فرهنگ بشه این قصه، ملت ایران با توجه به ریشه تاریخی که داره، چون روزیش میرسه، ریشه تاریخی که داره تو دنیا یک وجهی پیدا میکنه، وجهی که اصلا نمیشه روش قیمت گذاشت، یک وجهی بزرگ، بزرگ منشیشون. و مثلا ما اروپا که من میرم، مثلا یه شرکت میخوام جز بخرم، میرم شرکت رقیبش. البته این بد نیست از بعضی نظر مثلا خصوصیات بگه، ولی اینه که بخوام تو سرش بزنم نمی کنم، میرم مثلا این شرکت رو بخرم، این اراده اون شرکت رو میگه، اونم اراده شرکت رو میگه، اما من جایی خرید خواهم کرد که ببینم جوان مرد ترم، راه رسوم تجارت رو بهتر عمل کردم، زیر پای کسی خالی نکردم، تهمت بد نزدم، توجه کردید؟ و به خاطر شندر قاضی کار نکردم. چرا؟ چون که یاد گرفتن لااقل این کار رو بکنن و این براشون اعتبار میاره. و من میخوام همه حرف زدم که ما به اینجایی برسیم که این کار توی کشورم در آینده انجام بدیم. باور کنید، باور کنید، شاید کوتاه مدت جواب در دادن جواب خواهد داد. این یک سرمایه بزرگ من تقدیم کردم، یه سرمایه است که توی هیچ دانشگاهی توی جن نیست به شما بدم، یک سرمایه معنوی و مادی است که خودتون برای خودتون کسب میکنید، خودتون به خودتون بها میدید، خودتون به خودتون شخصیت میدید و طرف حرف شما رو طلا میخره. هر چی بگید میگه درسته. اگر هم جایی دیدی که طرف داره اعتراف میکنه، بگید نمیگید. اون طرفی بابا جون این اومده پیش من، اینجوری گفته، من نگفتم بهش که داره اعتراف میکنه. یه خورده راحت شو بکن. اینا اثر گذاره. یعنی میشید ستاره تو مثلا تو 1000 تا کاسه میشه ستاره. شما برید پیش دفتر پیش پسر من تو هر بفهمه که جایی هستی محاله با شما کار بکنه. حتی آقای 5 میلیون دلار ما تو میگه نمیخوام. برید با همون آدم چون راهش پیدا کرده، چیزو دیده، مزایاش دیده. نمیگم چون پسر منه ها، نه فرق نمیکنه. من خیلی دیگه هم گفتم تو دنیا هستن و این کارو انجام میدن، کوتاه مدت شاید در واقع در دنیا برنده شدن. من دوست دارم تو کشور جا بیفته، یادگار از محمد کشور بمونه،
یه یادگاری که روز به روز رشدش بالا میره، روز به روز منافع بیشتر به شما میتونه، روز به روز اعتبار شما بیشتر میکنه، روز به روز سارامش میکنی. چرا؟ چون وقتی که یک نفر دیگه بیاد با مشتری شما صحبت بکنه، چون خودت اخلاقت اون نیست، با آرامش نمیترسی آقا چنگ در بیاره و هم تهمت بزنی. نه نه نه، اصلا هم سیا نکنید، هر کس خودش زیبا کنه، هر کس خودش زیبا کنه. با خیال صد میری میخوابی، میگه اشکال نداره. پس شما رو بلی میکنه. پس خدمت شما عرض کنم که عزیزان، این چیزی که بهتون دادم، گفتم بهتون، امیدوارم که خندتون نگیره، امیدوارم جا بیفته براتون و بدونید این بالاترین سرمایه ممکن است که میشه به یه نفر داد. همه جور تضمینش رو چی میخواید؟ بانک همه چی به شما اعتماد خواهند کرد، همه جا میگن این آدم سالمیه و همین رو ما میخواییم. آدم سالمیست، معتبره، متشخصه، متفاوته، اینا کم نیست. امیدوارم، میدونم خوب دستم کلیک کجا بزنم براتون، ولی امیدوارم تا جایی که ممکن هست جا بیفته. سوالی گفت جواب خواهم داد، یک کلیپ دیگه بعد از یک ساعتی خواهم گذاشت، اخبار رو صحبت خواهم کرد و و مسائل دیگه است. آخیش راحت شدم، ولی دوست دارم، خوشحال میشم که ببینم که اکثر ما شما چیست و خوشحال میشم که اینو بگوی، اینو به عنوان یه هدیه بدین به هر کسی میخواییم بدین، به بچهتون، به برادرتون، به خواهرتون، به شوهرتون، به زنتون، به هر کسی میخواییم بدید، بگید این روش کار منه، دوست دارم تو این روش داشته باشید. دنیا گلستان میشه، ما به دنیا کار میخواییم بکنم با نکنم، ولی ما متفاوتیم، ما میتونیم باشیم، به شکل خاصی نیست. ایامتون بکنم، روزگارتون خوش.